درود به دوستان عزیز، امیدوارم حال و خوب و خوشی داشته باشید. ممنون که کانال یوتیوب ما رو همراهی میکنید. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا رو لایک و سابسکرایب کنید. امروز هم میخواییم با شما راجع به مهاجرت صحبت بکنیم، اما مهاجرت تحصیلی و روند ادامه درخواست و کارهایی که مهاجرت تحصیلی داره. یک نکته اساسی که باید به اون همیشه دانشجوهای اعزام به خارج از کشور باید توجه کنن، نکته اپلای کردن برای دانشگاه ها هستش. اصلا اپلای کردن یعنی چی؟ اپلای کردن یعنی درخواست تحصیلی به دانشگاه هایی که مد نظرتونه. حالا ممکنه که شما درخواست های متعددی به دانشگاه های مختلف بدید که میخواییم راجع به اون با شما امروز صحبت کنیم. به طور کلی اپلای کردن چندین مرحله داره که میخوام امروز از مراحل مختلف اپلای کردن دانشگاه ها براتون صحبت کنم. اولین و اساسی ترین نکته اپلای کردن برای دانشگاه ها تصمیم گیری شما هستش. بله، با تصمیم گیریتون و برنامه ریزی و زمان بندی دقیق متناسب با ترم های تحصیلی در پیش روتون باید حتما خواسته شما در واقع مچ باشه، یعنی هماهنگ باشه. دوم، تعیین کشور یا کشورهای مورد نظرتون هستش. سوم، تهیه فهرستی از رشته های مرتبط با رشته های تخصصی خودتون و دانشگاه های مورد علاقتون هستش. چهارم، مشخص و فهرست کردن ریکوایرمنت ها یا الزامات اولیه برای اپلای در هر رشته و دانشگاه یا همون پروگرام های مورد نظرتون هستش. پنجمین مورد، آمادگی و شرکت در آزمون های زبان مثل تافل آی‌بی‌تی و یا آیلتس و یا آزمون های جی‌آر‌ای که اغلب برای اپلای در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در آمریکا به درد میخوره، باید بتونید که نمره های مد نظر رو در هر یک از این آزمون ها به دست بیارید. حالا ممکنه که حالا شما کشور مورد نظرتون آمریکا باشه، حالا بخواید برای فوق لیسانس اقدام کنید، باید نمره مورد نظر تافل آی بی تی یا جی آر ای رو به دست بیارید. ولی برای کشورهای مثل انگلیس و بیشتر اروپا بیشتر آیلتس کاربرد داره. ششمین مورد، ارتباط با اساتید هستش که در دانشگاه های مورد نظرتون هستن که برای جهت دریافت فاند تحصیلیتون میتونید باهاشون مکاتبه کنید، بهشون ایمیل بزنید و وارد بحث و گفتگو بشید. هفتمین مورد، تهیه رزومه تحصیلی شما هستش. نوشتن استیتمنت آف پروپوز، این که به اون انگیزه نامه یا SOP یا SOP هم گفته میشه. نهم، تکمیل اپلیکیشن آنلاین در وبسایت دانشگاه مقصدتون هستش که بهش آنلاین اپلیکیشن میگن و سابمیت اون تا پیش از ددلاین دانشگاه هستش، باید تکمیل بشه. دهمین مورد، آماده کردن مدارک تحصیلی و ریز نمرات، ترجمه اونها و ارسال پستی برای دانشگاه مد نظرتون هستش. یازدهمین مورد، اپلای کردن پیگیری ارسال توصیه نامه شماست که بهش میگن ریکامندیشن، از اساتید سابقتون در ایران به اساتید مد نظرتون در دانشگاه های خارج از کشور هستش. دوازدهمین مورد، انتظار برای نتیجه اپلای از سوی دانشگاهی که میتونه ادمیشن یا ریجکت بشه. مرحله بعدی مختص کسانی هستش که موفق به دریافت ادمیشن یا پذیرش شده اند، یعنی دیگه دانشگاه مورد نظرشون اونا رو ریجکت نکرده، برگشت نکرده درخواستشونو،
که وارد مرحله 13 میشن، این گروهی که در واقع موفق به پذیرش شدن. در مرحله 13 پذیرش یا عدم پذیرش آفر دانشگاه به این معنیه که شما ممکنه به دلیل داشتن چند پذیرش بخواهید پذیرش از یک دانشگاه رو رد کنید یا بپذیرید. و در مرحله 14 هم اقدامات مربوط به درخواست ویزایی که ممکنه بسته به کشور مقصد مورد نظرتون شامل تعیین وقت سفارت و شرکت در مصاحبه و غیره باشه. 15 مورد دریافت ویزای تحصیلیتون هست. بعد از دریافت ویزای تحصیلیتون میرسیم به مرحله 16 که دیگه باید بلیط تهیه کنید برای کشور مورد نظرتون که انشالله راهی بشید. و 17 مرحله ورود به کشور مقصد و آغاز تحصیلی شما هستش. اما به طور کلی من میخوام چند تا از حالتهای اپلای کردنم به این گفته هایی که براتون گفتم، کلیات قضیه اپلای کردن رو اضافه بکنم. من چند نکته کلی رو در رابطه با حالتهای مختلف اپلای با مدرک زبان و بدون مدرک زبانم میخوام خدمتون بگم. حالت 1، پوزیشنی از یک دانشگاه رو مشخص کرده که باید همراه با سایر کارهای اپلایتون مدرک زبان رو حتما اوکی کنید، یعنی حتما ارائه بدید بهشون. در حالت 2، پوزیشنی از یک دانشگاه در واقع توی سایتش میاد اعلام میکنه که شما برای اپلای کردن حتما باید مدرک زبانتون رو تا تاریخ فلان به دانشگاه ارائه بدید. اما در حالت 3، میایید شما با استاد دانشگاه مورد نظرتون، میاد با یه استاد از طریق اسکایپ میاد مکاتبه میکنید و طبیعتا هم اکثر استادها میگن که شما طبق حالا اون روند اپلای کردن همه دانشگاه باید مدرک زبانتون رو به ما ارائه بدید. اما در حالت 4، شما باز میایید با استادتون مکاتبه میکنید از طریق اسکایپ و صحبت میکنید. به عنوان مثال اگه شما بتونید با استادتون خوب انگلیسی صحبت بکنید، حتی اگه نمره زبان انگلیسیتون به عنوان مثال 6 شده باشه ولی شما به نمره 6.5 نیاز داشته باشید، استاد ببینه که شما زبانتون قوی هستش و به راحتی میتونید حالا تو اسکایپ باش صحبت بکنید، اون دیگه یه ذره بیخیالتون میشه، اینکه براتون توی نمره زبانتون سخت گیری نمی کنه. حالا گاهی وقتا هم هستش که بعضی از کشورهای اروپایی یا آمریکایی اصلا برای ورود یک نفر یا ورود یک خارجی به کشورشون ازش حتما یه مدرک زبان میخوان و اساسا این نیستش که همیشه دانشگاه ها باشن که نمره زبان یا مدرک زبان بخوان. گاهی وقتا تو سفارت های بعضی از کشورها هم برای ورود حالا تحصیلی کاری از خارجی ها یا کسانی که میخوان وارد کشورشون بشن مدرک زبان میخوان. امیدوارم که این توضیحات مهاجرت تحصیلی ما به دردتون بخوره. حتما در رابطه با مهاجرت ها با روش ها و شیوه های مختلف مثل مهاجرت کاری، مهاجرت در واقع تحصیلی، مهاجرت برای زندگی و اقامت براتون حتما صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که کانال یوتیوب دلتا مدیا رو سابسکرایب و لایک کنید و ما فقط به خاطر این برای شما ویدیو تولید میکنیم که اطلاعات عمومیتون بره بالا. ممنون که ما رو همراهی میکنید.